خب چقدر خوشحال هستم که یه بار دیگه با هم دیگه میشینیم. حالا دیگه این دفعه سه نفری. ستایی. خوبه، بهانه خوبی هستش. بهانه خوبی هست. بله. هم عید داره میرسه از راه و از یه طرف عیده، از یه طرف برنامه‌های هنری شروع میشه. ماه پر رفت و آمد برای همه شماها. و دقیقه دیگه هم قراره که آرش به ما از دبی بپیونده. خوبی شماها؟ خیلی ممنون. خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم علی جان. قربون تو. ما دو برادر البته کنار ساسان عزیزمون و آرش به زودی در روی تلویزیون. یاد آهنگ سرژی گفته با ما شده. وای 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 خیلی خوب، این خوب بود. دنباله شد یاد آهنگ سرژی. همراه یه ساسه. ولی خوشحالیم، خوشحالیم که اینجا هستیم و آغاز خوبیه. یک حرکت یه رنگ خودشو داره. آره خیلی خوبه. خوب هستش بخاطر که ساسان خب تازه اومده لس آنجلس، هنوز تازه وارد لس آنجلس با میریم. یه چیزی همیشه میگم، یعنی کسی که میاد لس آنجلس آم کات پس اینجا اولش شما کاتش میکنی یا آلمه اولش پر میگه که من البته میدونی که من انگلستان زندگی میکنم و بعد من اینجا یه مدت کوتاه هستم. ما به همه میگیم بگونم کسی شیش با تو آمریکا ببونه دیگه نمیتونه از آمریکا بره. واقعا من اگه دارم میرم واقعا میری بمونی کجای آمریکا؟ همون میری و بر میگردی. خب چه خبر؟ سلامتی، خیلی خوشحالم دوباره میبینمت. خب همراه دو داشته گل و ساسک. آقا هومن شما خوبی؟ ما با ساسان جون انقدر نزدیک شدیم چون هر روز با هم بریم جیم و کار دیگه. البته من دیگه نمیرم جیم. کار دیگه یعنی چی؟ نه کار از موسیقی تفیاد سالم. تفیاد سالم سالم ساسان میدونی که یه دستش از اون یکی دستش داشتم به تو میگفتم بلندتره. استاد سلفیه، این دستش که ببره بالا مثل یک کرین میمونه. ما میخواستیم اول کرین نیاریم اینجا. کل سلفی ها من یه زاویه هست. نه خیلی خوب میگیری توی که سلفی میگیری مثلا 45 نفر توی یه شات در میاد. خیلی مهمه، هنوز من نمیدونم. نه بلده، خوب بلده. مثلا استاد اینستاگرام تلگرام هرچی رم داره توش بلده. تازه من یاد داد که ما تگمون آفه تو اینستاگرام. تازه گفت ببین می‌دونی تگ ما کجایی؟ گفتم من نشون میدم چی درست. البته من میگم سلفیش، میگم سلفیش. میگم یه سلفیش بگیریم، سلفیشه. خوبه، درست. چه خبر ساسا؟ همه چی خوب؟ عالی. حالا که برنامه‌ام داره شروع میشه، می‌خوام بهت تلفن کنم. آرش چرا نمیاری؟ آرش الان میاره. بذار یه خود با هم یه صحبت کنیم. نه آرش تو نیاد. خوبه. خوبه. چه خبر تو؟ عالی. مشغول کارو دیگه حاضر داریم میشیم برای کنسرت‌ها و فکر کنم یه تیم خیلی خوبی هست همه دوست و چند تا برنامه با هم دیگه هستی تو ایام عید؟ من که هنوز نمیدونم دقیقاً، میدونم که زیاد هستیم. نمیدونم یه از کانادا شروع میشه. بله. برمیگردم آمریکا. بعد اروپا و دبی و نورث آمریکا، آمریکا شمالی، این کانادا و آمریکا. خیلی فکر کنم یه گفتم میرم برمیگردم. برنامه چند تا داریم؟ ما هر روز میرم برمیگردم. بعدش هم که در ایرواین هستیم 11 مارچ. آره. در همین نزدیکی شما و ما. خیلی خوبه. خیلی خود منم دوست دارم که حتما شما رو ببینم توی صحنه. هستین دیگه شما. ان شاء الله سعی می‌کنم باشم و دیدن شماها برام جذابه. همیشه یه انرژی خوبیه. من تا حالا ساسه رو صحنه ندیدم در ضمن. هنوز ندیدمش. ویدیوهاش دیدم و همه کارا رو دیدم ولی هنوز روی صحنه ندیدمش. برای همین دوست دارم حتما ساسانم باشه. بله. آرش هم که دیگه خیلی خوبه دیگه. همه با هم دیگه تکون بده. همه با هم دیگه. خوبیه این پکیج اینه که همه انرژی مثبتیم، همه آهنگای شاد و یعنی همچین کنسرتی کم پیدا میشه که سه تا خواننده، سه تا گروه باشن که همشون با انرژی باشن. و اون شب این کنسرتایی که هر جا هستیم مثلا در همین اورنج کانتی واقعا یه شبیه که هر کی بیاد اونجا با سه تا اکت، سه تا گروه پر انرژی. خیلی پر انرژی. واقعا خیلی خوبه. من خیلی خوشحال هستیم که این انرژی مثبت رو بدیم به مردم. منم مطمئن هستم شما هر وقت رو صحنه با هم دیگه هستین این حسو داره. ببینم شما ها مثلا میری بیرون روز عادی میری بیرون
لباساتون همین جوری هست. با همین لباسا میریم. همینا بریم سینما. یعنی مثلا اون کفش شما کفشش همین کفشا بودن کفشش. میخوام بگم رفت آمد دارم با مایکل اینا. جوزف فخ و فامیل مایکل اینا هست شما. خیلی قشنگه نام. آره کفشش قشنگه. منم که عاشق مایکل هستم. عاشق کفشم. آهنگ مایکل 6 و 8 خوب نه از این بر میاد. از این 6 و 8 6 و 9 6 و 10 نرستم بیرون کردم بیرونت کردن دیگه گفتن آقا بیا برو یا اینجا شیشو در نمیدن بیا این شیشو هش بازی هفشتون باید بزنی لنگش کنی دیدن نمیشه تو هم همینجوری میری؟ بلینگ ها رو داری همیشه من نمیدونم من آره من فقط یه لباس میکنم نه مثلا ماشاءالله ساعت و انگشتر و البته انگشتر باهاش دربارش صحبت کردیم قبلا با هم دیگه نه مثلا عوض کردم عوض کردی یکی از نه این دیگه خودم گرفتم این خود گرفتی بعضی وقت من مغازه رو میرم خیلی وقتا شده تو ای بی چیزای خوب پیدا میکنن چتا به خدا دوستان گفته برو ای بی چیزای باحال داره من رفتم چک کردم گفتم بله بیماری داره میدونین و یه کسی که از اینترنت خریداری میکنه دیگه همین طور هی خریداری همون هم هست میره خونه میگه باز دوباره چیزی اومده خونه من دوباره پشت ای بی خوشش بده ببین باورم برای منم نمیگیره در خونه برای منم نمیگیره همین در خونه یه جعبه بیاد آدم خوشش این زنگ دین دانگ دین راست میگی واقعا همونجوریه ولی نمیدونم من اون پرابلمو دارم خدا نکنه شما آدرس منو بگی رفتی دفعه بعدی یکی هم برام تو چی تو علی کارا هستی من والا من هر چی هم دارم یادگاری یعنی همین این الان یادگاری دوستا این چه قشنگه چیه از همین دوستا و طرفدارا و محبت دارن اینا طرفدارا بهت شما اینو اینم هومن هومن تو شما برام گرفتی اینو هومن گرفته من خودم از ای بی از ای بی دو تا بخر یکی بخر یکی ببر اون ببرست اون ببرست نه این کلکشن کلکترز ادیشن بوده آره محبت دارن بسیار قشنگه بسیار خوب ان شاء الله میبینم شما هیکلت هم خیلی داری وزن برداری میکنی نه ورزش که میکنیم ولی خب همیشه دوران پرخوری داریم و ورزش داریم نه ولی ماشاءالله ورزیده شدی خیلی نه سفید پوشیده پهنه شد ورزیده شدی ولی دیدم که بوکس بازی میکنین و وقتی میرسه نزدیک به کنسرت ها یوهای دایت عوض میشه شده هیچ کدوم هیچ وقت با هم دیگه روی من تو نزدیک کنسرت هم میشه دایت رو نمیشه نه برعکس میشه به جان تو من سوما رو برعکس زدم ببین یه هم واسه بذارم مثلا قبل از عید چه میشه سه ماه قبل از عید میگم من باید برم یه دایت تا عید آماده بشم با اول ما وسط ماه دوم دیگه بعدش نمیخور تو خوب شدی تو خیلی خوب شدی هنوز ما سه ماه شروع کردیم اول هنوز به آرزومون نرسیدیم رفتیم تو دوم اوکی الان نمیدونم چرا الان من ساسان با هم دیگه یه میتونیم رابطه خوبی داشته باشیم آخه نه ریش هم گذاشته برای همین دیگه یه خورده همچین آخه میرم یه جایی نه یا میگه ما بیرون زیر ریشش سیکس پک اعتبار ریش هم بهش میاد ریش بهش میاد آره من هم البته میخوام بذارم میخوام بپرسم نمیدونم ریش بذاری اینستاگرام بزنم شما متخصص اینستاگرام بزنم بپرسم خانم آقایون کجاست این دوربین ما بگین به علیرضا من ریش بذارم یا نذارم واقعا یکی از سوال شما چی فکر میخوای واقعا ریش بذاری چرا که تعریش گذاشتم یه ذره آخه نه الان همه هنوز نرسیده موسیقی شما هم یه خورده اسلو تر بشه بعد با ریش تعریش خدا مثلا همینجوری که اسلو تر جوونه مثلا نه بعد سفید داشته باشه اصلا موین هم دیدی ریش گذاشته دیگه الان قشنگ میبینی ابی داریوش موین شهرام همینطور سن شما یه خورده بره بالاتر بعد ریشه بیاد بالا بله آره بس آماده باشین الان زوده الان زوده الان خیلی مونده هنوز خیلی مونده ولی برگردیم به برنامه هاتون و کاری که با هم دیگه انجام میدی اگه موافق باشید دوست خوبمون رو به دبی اگر وست بتونیم ارتباط باش انجام بدیم آرش عزیز اینجا ببینیمش آرش رو آرش هستی؟ بله سلام به همگی سلام به تو میشه چهره آقای آرش هم ما ببینیم اینجا این سیاه شده الان چهره این الان چهره آرش هم آمد سلام آرش جان خب خوشحالم میبینه سلام به تو سلام آرش جان سلام کامران جان، هومن جان، ساسان عزیز، علی رضا عزیز
قربانت تو. اولین سوالی که ازت میکنیم که خمیردن چه خمیردندونی استفاده میکنیم؟ سوال عجیبه امروز اصلا با عجیب شروع میکنیم چون دندونات خیلی سفید افتاده. آره اصلا پرفکت دندونات. چه خمیردندون و مسواک استفاده میکنیم؟ من از بچگی مام بابا میادم دادن روزی 7-8 بار مسواک بزنم. نه میگم مارکت مسواک چیه؟ مارکش چیه؟ یه از این کالگیت جدیده ولی مدل فضاییش 2018 لیمیتد ادیشن هنوز نیومده. آرش الان کجا هستی؟ ما داری با کجا باید صحبت میکنیم؟ من الان در دبی هستم و در استودیوم هستم. یه استودیو اینجا خلاصه استارت کردیم و یه 6 ماه با خانواده اومدم دبی. که فعلا سمون هم بیشتر دبی و سویدم هست. این چیز جالب برای من داره، اونم این هستش که یه آدمی که بچه داره و اینا چطوری میتونه استودیو سفید داشته باشه تو خونهش؟ نه والا اینجا که خونمون نیه، اینجا آفیسمونه. که اینجا آفیسته؟ بله اینجا آفیسه که این اتاق استودیوه که بیرونم یه 3-4 نفر دیگه نشستن و که یه کلفتم یه 6 نفر اینجا هستیم در این آفیس. خیلی عالی، مبارک باشه. آرش آخرین کار کدوم کار بود؟ انشالله میکروفونش به چرخه برام. آخرین کار من که او مای گاد بود. دو تا آهنگم که الان خودم واقعا به نظر خودم یه احساس مگا هیتی داره که فکر کنم آب و هوای دبی بهم ساخت، که دو تا آهنگ که خیلی دوست دارم که امسال داره میاد، که یکیشون حتی ساسان عزیز شعرش رو کمکم کرده. آفرین موفق باشی. فردا تمارش رو یه چیز جالب اونیم که دوست دارم ازت بپرسم، چون از بچه هم خواهم پرسید، این تجربه کار کردنه. تجربه کار کردن تو دوست دارم بدم با استوب چطور بودش؟ خیلی خوب بود. والا اون که همیشه توی دنیای خودش بود بالاخره. بعد اون معروف دنیا علف زده بود اومده بود. میدونی که اصلا علف بدش میاد. بچه اومد وارد اتاق شد با یه انتوراژ. البته خب چند بار دیدمش، ولی اون دفعه که میخواستیم فیلم برداری بکنیم با یه انتوراژ 15 نفره اومدم وارد اتاق، که همون وارد شد مثلا های بودم مثلا پاسی با پاسیش اومد گروهی با 15 نفر. ولی کلا راست بهتون میگم خیلی از اونی که خودم فکر کنم، چون من با موزیک سنوپ از مخصوصا بچگیم آلبوم کرانیک و خلاصه اینجور چیزا، من همون آلبوم اصلا حفظم و برای من اول باور نکردنی بود که با یکی از ایدولام دارم یه آهنگ درست میکنم. و ولی بسیار از اون چی میگم اون حسی که مثلا از خودششون میده گنگستر و اینا اینجوری نی، خیلی آدم مهربونی بسیار باحال و خیلی کول بود و یه ذره برام جالب بود. من باش دو بار مصاحبه کردم، یعنی کلن بعد از یه بچه و این داستاناش اومدش کلن اصلا زندگیش عوض شد و حالا یه مدتی کم کرده بود ولی بس که اصلا تو بعدن دست بدید های میشه یادت اسم اصلیشو یادت قبلا چی میگفتن بهش دیگه؟ فامیلش هم میگفتن، یعنی اسم واسه خوش درست کرده بود دیگه. سنوپ داگی داگ بود یادته؟ سنوپ داگی داگ. آره بعد داگی داگشو برداشت با سگای دوبرمن هم شروع میکرد. آره بسیار عالی. خب شما دارین با هم دیگه برنامه اجرا میکنید، هم بسکیت هم در کانادا هستید، هم ساسین جون عزیز داریم میریم تورنتو، میریم کانادا، ونکوور، مونتریال و بعد هم لس آنجلس. بله اورنج کاونتی. که دیگه آرش جون میگفتم که همه سه تا گروه پر انرژی دوست و واقعا دوستان عزیز کم پیش میاد که سه تا گروه پر انرژی باشن و خوشحالی مطمئنا به قول احساسی میترکونه. خیلی ممنون هستیم. یعنی هم آرش نه واقعا یه لاین اپ بسیار خوبی هست. خود من خیلی به این لاین اپ علاقه نشون دادم و فکر کنم 10 شو 10 تا 12 تا فکر کنم کلا چند تا شو هست که با هم داریم. بله خیلی خوب با 10 تا 12 تا با هم هستیم.
بله. ده تا 12 شب با هم برنامه. بله. خوبی اون شب اینه که خلاصه همونجوری که بچه‌ها گفتن یه شبیه بسیار پر انرژی، چون که خلاصه خب ما برنامه زیاد اجرا کردیم و اگه یکی که میخواد یه شب بیاد و فقط انرژی بام 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 دیگه باید بریم رو میز. آرش بلاش یه تکون بده. میگم بلاش یه تکون بده. یا تکون بده یا استودیو باز شما همینجوری میپوشین همینجوری که تو استودیو هست. من میخوام یه ذره تکون بدم و بهتون نشون بدم چی من ترمه. خیلی سکسی با شورت بابا خوش باله چقدر راحت تکون میده. به این میگن راحت قشنگ همونجور استودیو. خب نه این نابردیه ساسان پاشو شورت داره. میگم مصاحبه بعدی هم اینجوری باشه هر کی خونه خودش راحت. علی اگه کسی که شورت نپوشیده چی میترسم آخر سر شماها اینقدر اینا تنبل بشن علی مونده با یک کراوات آخر سر من همه نشستم با هر کدوم از شما تو خونه تو من تک و تنها آخر ما آقا یار بریم خونه کامران ببینیم چه خبره. علی رضا جان جونم انقدر موقع شده مثلا اینترویو کردم با مثلا با هم با ایرانی ها و هم با خارجی ها مثلا همین اسکایپ خیلی موقع شده که از بالا از اینجا به بعد شیک میزنم و اینا با پایین فقط پر پامه. راست میگه البته دوستانی هم هستن در تلویزیون این کارو میکنن. این کارو میکنن. تلویزیون دارم. تلویزیون دارم این کارو میکنن گاهی وقتا. آرش خیلی خوشحالم بخواد که من برنامه های مختلفی از تو دیدم همیشه پر انرژی بوده خیلی هم لذت بخش. برنامه هم که از کامران و هومن دیدم همیشه این بوده و داشتم الان چند دقیقه پیش بگفتم من برنامه ساسان رو ندیدم ولی از زمانی که تو ایران بودش کاراشو دوست داشتم زمانی که خیلی سنش کمترم بودش و بچه‌ها هم که نگاه میکنن و میبینن همیشه تعریف میکنن از برنامه خیلی پر انرژی و این کامبینیشن و این آنسامبل شما با هم دیگه چهار نفری یه آنسامبل خیلی قشنگ و زیبایی میتونه باشه در کنار هم دیگه به خصوص که این رابطه اینجوری مونده این رابطه اینطوری موندن چند تا مسئله خوب داره همراهش میدونین چیه مسئله هاش یا نمیدونین خب یاداوری یکی مسئله هاش یکی که پولتون رو به موقع گرفتید این اولیشه دومی که منیجر رو با هم تونستن راحت کنار بیاد این هم مسئله دومشه مسئله سومش هم اینه که خب به این موقعیت رسیدی که طرفدارای شما دوست دارن یه شب همتون رو با هم دیگه ببینن. بله. 100 درصد. و اینم خوبه. برای همین هر سه تا مسئله مثل که حل بوده. حل شده. بله. هر سه تا مسئله حل بوده. یه مسئله رو یادتون رفت. از همه مهمتره. چیه؟ اینکه ما همه همدیگر رو دوست داریم واقعا. خب همدیگر آره. واقعا. آره. آره. ولی خب خیلی نقش موثری بازی میکنن. من با این باور هستم که هنرمندا همدیگه رو خیلی دوست دارن بله. همه ماها با همدیگه زندگی کردیم بله بله. ولی نقش مهمتر رو اونایی که پشت قضیه هستن بازی میکنن به خاطر اینکه اونها میتونن شماها رو با همدیگه نزدیکتر کنن یا از هم دورتون بله کنن بله. اینجا بودن پدرام به عنوان منیجر آرش بله. بودن علی الهی واقعا پدرام دم پدرام گرم که از اون روزی که اومد با من شروع کرد کار کردن اصلا مارکت قسمت مارکت ایرانی من خیلی فرق کرد و خیلی به من کمک شد و واقعا یه کمک بسیار بزرگ بود و هم به عنوان یک منیجر خوب هم به عنوان یه دوست بسیار خوب بسیار علی الهی برای کامران هم که ما با هم بزرگ شدیم علی جون ما از گروه پرواز با هم بودیم هم رابطه خانواده داریم بله. علی جون سپر بلای کامران و هومن دوست صمیمی برادر واقعا با دل و جون ازش قدردانی میکنم علی جان اینجا پسر دارم شده پسر بله یه پسر پدر شده با خود علی کوچیکشه جاسون چیه علی الهی یکه تبریکم بهش میگم اسمش دنیل ها دنیل و شهرام نوز اصلا رابطه اون از منیجری و خواننده کلا بیرون اومده اینه برادرم میمونه و الان 3 سال تقریبا داریم با هم کار میکنیم دیگه از ای تا زی من دستش و همه چی
دمش گرم، ازش تشکر میکنم از همین تریبون. این داستان چیه؟ این ببین آرش دیدی اینا همش یه دو یه قیچی بچج بچج نه دو سی خوبیده دو تا هم گوجه کنارش بذار ولی اینجوری میکنه حالا یه دونه دوغه مگه ولی خب خوشحالم همه شما با هم دیگه هستید امشب. این موقعیت خوبیه که همتون رو به هر صورت حالا آرش خوب ما رو نمیبینه، از دور میبینه. آرش ما تو رو خیلی خوب میبینه. ولی ما خیلی تو رو ما تو رو لغت عامیانش گنده میبینه. و آرش ازلم دوست قدیمی کامل خیلی ما هست. ساسی هم که تازه این تایزگیام با هم خیلی جور شدیم. خلاصه با دوست خوب قدیمی آرش و ساسان عزیز دوست تو این مدت کوتاه خیلی با هم صمیمی شدیم و خیلی مهمه، خیلی مهمه که این تاثیر بد رو هم دیگه گذاشتین شما سه نفر تو غذا خوردن. چرا آرش چاق نمیشه؟ آرش نمیدونم چاق آرش همیشه ایزم بگیم آرش چاقت میکنیم نه نگران نباشید. آرش هوای دبی چطوره؟ آخرین باره که آرش رو لاغر میبینید. هوای دبی هوای دبی که واقعا من چیزی که از دبی خب چند تا چیز خیلی دوست دارم ولی یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم اینی از این هوای تاریک و بعد سوئد اومدم اینجا و الان که خب هوا شون این ما اصلا هوا دور بر 22 درجه است که الان عالیه و خلاصه از این لحاظ خیلی زندگی بهتر شده و دیگه لازم نیست بچه‌هام من دو قلو دارم یه دختر یه پسر هم توی سوئد کاپشنای خیلی کلوفت و نمیدونم کلا و اینا سرشون که الان قشنگ که تیشرت میرم بیرون بازی میکنم پر دوست اینجا دارم و خلاصه وقت اینا این دوتا عزیزا بچه های من راحتن خیلی اینجا رو دوست دارن برای منم زندگی خیلی بهتره. آفرین آفرین. کجای سوئد بودی؟ قصب سوئد. مالمو بودم. مالمو قصب دختر مالمو زده این کنه الان. آره 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 دختر مالمو زده این کنه. آره 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 دختر مالمو زده این کنه. من دیدم گاهی وقتا میرم همینطور نگاه میکنم. رفتی خودت اونجا؟ چون لوند درس خونده. مسترشو لوند گرفته. تو لوند مسترش گرفته. بعد میرم نگاه میکنم. ببینم هوا چطوریه. هوا چطوری اونجا. خیلی سرده. آره هوای سرد. آره. خیلی سرد. اونجا باید صبح تا شب تکون بده یادم با خودشون گرم میکنه. آرش اسم آهنگ جدید چیه؟ اسم آهنگ جدید هم هست سفوه. سفوه یا آهنگی که به هم به اسپانیش خونده شد و انگلیسی و فارسی که سفوه یعنی she left رفت به اسپانیایی میشه she left و این آهنگ هفته دیگه داره میاد بیرون. یا آهنگی که اصلا بعد از این که با ساسان عزیز کار کردم که اصلا از تکون بدم بیشتر تکون داره. خیلی تکون داره. ببین یه چیز وحشت. البته اونو که من خوندم اشارش رو معذرت می‌خوام زدم تو. یا ببین باورت نمیشه این ترک چقدر رقصیه. خیلی خوبه. واو. چه خوبه چه خوب خیلی شدید. ببین یه چیز دیگه هم واسه من جالبه خواننده‌ای که در ایران هستن خیلی با هم دیگه به قول شما بچه‌ها فیت میکنین با هم دیگه ولی فیت میکنین آره همون فیچر دیگه ولی چون فیت می نوشتن شما به نام فیت میشناسید اشکال هم نداره ولی خواننده‌ای که خارج از کشور هستن کم با هم دیگه فیت میکنن فوت میکنن فوت میکنن آخه شما اهل فوت نیستی نه ولی ما خیلی فیچر کردیم ما هم با ابی خوندید دیگه بله نه با هم دیگه خیلی قشنگه کار قشنگیه هر چند وقت یه بار همچین کاری رو انجام بدید آره ببین الان داره چیز میتونه نقش بیگیره مثلا همچون حالت ماشاءالله ریشه گذاشته من خالکوبی های دست تو رو نایده بودم کدوم؟ کو خالکوبی؟ تازم گذاشته جدیده گفتم قدیم زده بودم قدیمیه گفتم ندیده بودم دفعه بیش ولی یه میخواستم برم اینا رو بزنم شیره؟ شیر گذاشتی رو دسته؟ پاستلیزه سر بسته این شیر بزنم این شیر آرش شیر گذاشته ساسی رو دستش خیلی بزرگ البته پاکتیه قشنگه ولی خیلی قشنگه کار قشنگه تا قشنگه تا کجا بکنم اینجا هست من دیگه نمیزنم آخریش بود تو رو خدا نکن آره آره یه دونه فقط این دست تو رو خدا نه فقط یه دست من میخوام رو
چون صورتم بزنم. من میخوام اینجا بزنم شب اینجا بخیر میخوام شب بخیر. یه چیزی واسه میگم به خاطر اینکه اینم باز دوره هست. میدونی که خالکوبی چیز میاره. خالکوبی هم باز دوباره همین اعتیاد میاره. یعنی چی؟ آره یعنی باز دوباره میری میزنی. الان تنه جاستین بیبر رو دیدین چه ریختی شده؟ دیگه تمام بدنش رو داره همینطور خالکوبی میکنه. شما دوتا چی؟ خالکوبی داری؟ من حالا میخوام بزنم در گشته خواه میخوام بزنم. آرش خالکوبی داری؟ بله خالکوبی داری؟ نه من ندارم. آره من هم ندارم. خدا رو به شفا بردم نمیمد که گفتم بیا یه تتو بهتون بگم به من نمیاد، یعنی به بعضیا خیلی میاد ولی من میدونم مثلا به آخ خالکوبی چیه که تا آخر اون داری دیگه و من به بعضیا خیلی قشنگه ولی من مثلا رو خودم تنسیزی رو نمیتونم ببینم. باریکرد خب خیلی هم عالیه. خب شما ها ترک جدید داری کامران هومن؟ بله یعنی تازه اومده بیرون به نام منطق ندارم. اونو چیده خیلی قشنگ بود، خوش آمد. این پشت صحنه نداره؟ چرا پشت صحنه دارم یا ندارم؟ داریم تا بفهمم یک هفته دیگه دوست داریم بهتون بدیم. این خوشتر این داستان منطق ندارم که وقتی به عشق و عاشقی میرسی دیدی که منطق میره کنار، نه چشم میبینه چند تا منطق فقط داستان این وسط این هستش که اینا نه هر با دو تا دختر تو ویدیو یه دخترم باش منطق ندارین. نه ببینم اولا اسم رو نذاری بی منطقای موسیقی پاپ این کارو میکنه خانم یهو میگه از این بعد معرفی بی منطقای موسیقی پاپ. آرش جان اسم جدید واسش گذاشتین؟ اسم جدید داریم دنباله. چی بودش رو داشتی قبلش صحبت میکردیم چی بود؟ یه لقب گفتش، کدومی که لقب رو گفت؟ آرش یه لقبی گفت نمیدونم صحنه های بین المللی. آرش تک ستاره ایران در شما خیلی خوب لقب هر خواننده اینو شما مشکل شوری کردید. نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اصلا کار جدید چی؟ کار جدید یه دونه به اسم نوش. دیگه سیزن آخره بعد مستم من و ساقیا انگه به اسم نوش. کارش کی؟ کار کیه؟ شرمدیش کار خودمه، تنظیمش نوید میرزاییه، ویدیوش هم تموم شد چند روز پیش. علی زمانی ویدیو کرد. ماشاءالله. مگه اینجا علی زمانی؟ آره بگرد یه ماهی هست اومده. آره خب ماشاءالله. تو مارچ پخش میشه، امیدوارم که دوست داشته باشن. این ساقیا پارسال امسال بهتره کنه. یه آهنگ دیگه هم خوندی دیگه؟ آلبوم هم اومد. نه یه آهنگ هم خوندی که تو صحرا بود بعد دروا میکردی در سلام. آها سلام یه حبیبی سلام. آره قشنگ بود. اونم قشنگ بود. اونم قشنگ بود تو فرو هواپیما و اینا. اندیام بود. آره اندیام بودش خیلی جالب بود. آره امیدوارم که دوست داشته باشن دیگه. من معمولا تو مصاحبه من با هم کردن گفتم یه چند وقت یه بار یه دونه از اون سبکای فان اینا میدم، اینم خیلی فان آهنگه. آهنگ شاده، خیلی شاد و فان، پر انرژی. دوست داشته باشم. کامرانم منطق داشته شما بگیم منطق ندارم. خب بعدش چیه؟ داریم چند تا کارهای جدید روش کار میکنیم، چند تا ریمیکس از آهنگای قدیمی هم داریم و اوریجینال سانگ جدید، اونم شاد و اینا. بالاخره نفهمیدم اون تا میاد حرف بزنه تو یه جورایی. نه چون موازی با هم داریم کار میکنیم. موازی با هم داریم کار. یه سری ریمیکس آهنگ خیلی قدیمی و یه سری آهنگ جدید با ریتمای جدید و شعرهای جدید و اینا. این منطق نداره من با عارف شکوری عزیزم کار کردیم. جدیدا با عارف خوب میشه کار کردیم. آهنگ خود همونی که میخوامی، اش چیز عجیبیه.